قسمت آخر لوکی، فصل دوم، گلوریوس پرپس یا هدف والا، یکی از بهترین اپیزودهای تیویه که تو زندگیم دیده بودم. خب بذارید ببینیم چی شد. لوکی تبدیل شد به هسته اصلی مولتیورس، رسما رفت تایملاین ها رو گرفت فیزیکی و خودش شد اون هسته اصلیشون، یعنی اون شات آخرم دقت کنید شبیه درخت زندگی یا درخت بهشتیه. موزیک، رنگ‌بندی، سینماتوگرافی، کارگردانی، همه چی تو این قسمت تو بهترین حالت خودش بود. آدمی که مثلا لمس میشه با دیدن این همه هنر، یعنی اپیزود از دید بصری انقدر زیباست که اگه دیالوگا در حد تام و جری هم بودن من بهش حرف میدادم. لوکی تو ام سی یو به عنوان خودشیفته ترین کاراکتر شروع کرد و اینجا تبدیل شد به از خود گذشته ترین کاراکتر کل یونیورس، یکی از قشنگ ترین آرکای شخصیتی نه تنها تو ام سی یو بلکه تو کل سینما و تلویزیون رو دیدیم. تبدیل شد به گاد آف استوریز، خدای داستان ها، و جای اون تمپرال لومی که کنگ ساخته بود و گرفت. نمیتونم تصور کنم الان چقدر موجود قوی شده، یه خدای تو مارول. ناراحت کننده برای من اینه که این همه جنگید و تلاش کرد که دوستاش تو تی وی ای نجات بده ولی حتی نمیتونه یه لحظه با دوستاش تو تی وی ای باشه. گیر کرده یه جایی بدون مکان و زمان، یه جایی وسط کائنات. واقعا داستان دیپیو دارن میگن، اکثر مطالب تمثیلیه. لوکی خودش تبدیل شد به آفریننده زندگی، خودش چیزی شد که زندگی ازش میجوشه، خودش شد زمان، مکان، هوا، زمین، دیگه هیچ چیزی خارج خودش نیست. از لحاظ کیفیت ساخت این در حد اینفینیتی وار و اندگیم بود، یعنی کارگردانی، نویسندگی، بازیگری و موسیقی مد تو این قسمت شاهکار بودن. خانوم ها، آقایون، لیدیز اند جنتلمن، ما تو قسمت آخر لوکی یه لایو اکشن پرفکت کامیکی دیدیم، یعنی کامیک زنده شد، واقعی شد و اون داستان سرایی کامیکی که 100 سال کانشسنس انسانو گرفته در بود تصویر بروز کرد. اون لحظه که لوکی به طور کامل به خداییت میرسه، به نظرم لول جدیدی از MCU رو دیدیم که تا حالا ندیده بودیم. اصلا چیز عادی نبود. حالا بیشتر توضیح میدم. دقت کنید اول اپیزود لوگو مارول برعکس اینترو شروع میشه، همیشه داخل اون حروف دوربین میاد بیرون، این دفعه لوگو مارول استودیوز کامله و دوربین وارد اون حروف میشه که به نظرم واقعا باحال بود. در طول این قسمت جلو عقب شدنهای لوکی تو زمان رو میبینیم، هی باید بره عقبتر تا ریدیو اکتیف کمتر بشه و در حین همه این کارا هم ورژن دیسکو سمفونی 5 بتوون داره پلی میشه که انتخاب عالی بود، خیلی حال کردم. آخر ویکتور تایملو موفق میشه اون کارو بکنه ولی اینا میفهمن هر کاری هم بکنن آخر لوم منفجر میشه. نابودی تی وی ای و از بین رفتن برنچ ها اتفاقی که میفته و اینا هیچ کاریش نمیتونن بکنن. یه نکته ای که این قسمت داشت اینه که لوکی رفت چند قرن وقت گذاشت و فیزیک کوانتوم و کار کردن با دستگاه تی وی ای یاد گرفت. این برای خدایی که آزگاردی اومده که همه با تبر و چکش کار میکنن و تکشون یه جوری دیگه است باید سخت باشه. ولی لوکی خیلی خدای فلکسیبلیه، خودش رو وقف میده با همه چی. در حین اون برگشتن همش کارایی میکنه که لو میده این آدم قبلا اینجا بوده. مثلا به ویکتور تایملی میگه دستگاه رو نذار رو زمین، قل میخوره، یا دوگمه رو چند بار بزن چون چسبیده. با این حال کسی نمیفهمه لوکی دقیقا چی کار داره میکنه و چی میگه و قبلا اینجا بوده، اصلا خیلی خارج تصورشونه. نهایتا از تلاش برای جلوگیری از نابودی تی وی ناامید میشه و میره به اند آف تایم، اونجایی که کنگو ملاقات کردن، و اونجا تلاش میکنه که سیلوی رو متقاعد کنه که کنگو نکشه. همه اینا ادامه داره تا لوکی رو میکنه به کنگ و یه دیالوگی بهش میگه. بهش میگه تو چرا هیچ وقت تلاش نمیکنی سیلوی رو استوب کنی؟ و اینجاست که نقطه عطف داستانه، اینجاست که کنگ میفهمه لوکی بیدار شده. من به شخصه انقدر از اون سکانس خوشم اومد، انقدر با بازی جاناتان میجرز حال کردم که تا الان 4-5 بار دیدمش. مثلا برید دقت کنید بازی جاناتان میجرز و نگاهی که داره به لوکی میکنه، حرفی که داره میزنه. اما مکالمه‌شون که جلوتر میره، کنگ میفهمه این اون چیزی که من میخوام نیست.
هنوز اونجوری که من میخوام زمانو نمیشناسه، هنوز خوابه. بهش میگه تو الان داغی، نمیفهمی، برو هزار بار دیگه این لحظه رو زندگی کن، همه جورشو که چشیدی تازه برگرد یه مکالمه صاف و ساده و منطقی با هم داشته باشیم. جدا این که حرف کنگ چقدر عمیق بود و حال کردم، لوکی هم برمیگره میگه چی باعث میشه فکر کنی این بار اولمونه که داریم مکالمه رو انجام میدیم؟ یادم گرفته زمان رو کنترل کنه، اینجوری میکنه و سیلوی استوب میشه که همین جاش دیوانه کننده بود. تازه اینجاست که کنگ و ماسک دلغکش رو ور میداره، زمین میذاره و اون بحث اصلی که داره رو مطرح میکنه. تازه اینجاست که کنگ اصلا جدیش میگیره. داستان این بوده که اون انفجار آخر قسمت 4 و نابودی TVA در واقع ریسیت شدن سیستم بوده که تایملاین ها و برنچ های اضافه رو دیلیت میکرده. تو این پروسه TVA هم نابود میشده که حالا بعدن با وریانت های دیگه میساختنش، ولی یه مکانیزم برای محافظت از سیکرت تایملاین بودن. اگه اول قسمت 5 رو دقت کنید، رو اون مانیتور نوشته fail safe initiated، یعنی مکانیزم به راه افتاد. پلن کنگ این بوده که از لوکی برای کشتن سیلوی استفاده کنه، بهش دو تا آپشن میده، یکی اینکه سیلوی رو بکش و با هم از تایملاین رو محافظت میکنیم، یکی اینکه تمپرالو منفجر بشه که باعث بی‌نظمی و جنگ تمام عیار میشه. یه تیکه به لوکی میگه واقعا فکر میکردی که من بذارم بکشنم به همین راحتی؟ من مسیر رو چیدم، I've paved the road for you، مسیر رو چیده که لوکی قانع بشه که سیلوی رو بکشه. لوکی برمیگره عقب به اون اولین باری که با موبیوس تنها میشه و یه دیالوگ بی‌نظیری دارن که اکثرش تمثیله، احساس کردم معنویه و خیلی عمیق داره مسائل زندگی و دیل کردن بشر با پیچ و خمای روحیاتیش و اگزیستانس خودش رو کاوش میکنه. موبیوس بهش میگه تو این زندگی تو بار تو یا بردن تو انتخاب میکنی و هیچ آسونی و کامفورتی هم تو این قضیه نیست و با نگاه به بیگ پیکچر هم باید این کارو بکنی. موبیوس و لوکی از همون فصل اول یه حالت شمس و مولانایی داشتن. هر وقت لوکی نیاز داره با کسی حرف بزنه، نیاز داره نصیحت بشنوه، فقط حرفای موبیوسه که آرومش میکنه. برای همینم لوکی عاشق موبیوسه، نه عشق اونطوری، عشق کائناتی بین دو انسان. آخرین افرادی هم که لوکی با بدن عادی میبینتشون سیلوی و موبیوسن که رو بهشون میگه فور یو، برای شما. بعد از اینکه با موبیوس در مورد اهمیت انتخاب بردن و قربانی کردن چیزایی که میخواد صحبت میکنه، اولین جایی که ذهنش میره پیش سیلویه. میره سیلوی رو میبره یه جایی خارج زمان و باش مطرح میکنه، همه چی رو بهش میگه. میگه یا من بعد تو رو بکشم یا همه تایملاین ها بین میره، چیکار کنم؟ سیلوی ایده جدید بهش میده، میگه سیستم مشکل داره، چرا میخوای سیستم رو اصلاح کنی؟ سیستمی که برای ادامه دادن نیاز داره آزادی آدم ها رو بگیره، اون سیستم غیر قابل اصلاحه. اینجاست که لوکی میفهمه همیشه نگاهش به بیرون بوده و حالا باید نگاهش به درون بشه. کسی که باید قربانی بشه سیلوی نیست، کسی که باید قربانی بشه خودشه. کینگدوم لوکی مردم نیستن، کینگدوم لوکی درون خودشه. برمیگره به اون نقطه قبل انفجار، یه نگاه عمیقی به دوستاش میندازه، اون نگاه‌های آخری که به دوستات میندازی و دیگه میدونه بعد چیکار کنه. راه میفته میره پله‌ها رو میره پایین که بره به سمت لوم. بچه اینجاش صدها ایسترگ و رفرنس به فیلم های دیگه داره. مثلا اونجایی که برمیگره میگه for you for all of us، دقیقا دیالوگی که تو فیلم تور 1 2011 بیش از 10 سال پیش هم گفته بود. I could have done it for you for all of us for you for all of us. در رو باز میکنه، قدم ور میداره بره به سمت لوم، رادیو اکتیف میزنه تو صورتش و لباساش میرن. ولی لوکی آدم عادی نیست که اسپاگتی بشه، لباساش تبدیل میشن به لباسای لوکی. وارد میشه، خودش لومو میترکونه و واقعا برنچ ها پخش هوا میشن، سیاه میشن، به نوعی انگار مردن، تا جایی که این فیزیکی میگیرتشون. وقتی فیزیکی میگیرتشون زنده میشن، ولشون میکنه، انگار دارن میمیرن و اینو میفهمه. برنچ ها رو میگیره، انچنتشون میکنه، انرژی سبزی درشون میاد و روشن میشن. چقدر استایل و رنگ‌بندی لباسشو خوب ساخته بودن. مظهر تجسم یه خدای باستانیه که وسط یه درخت زندگی میکنه. تاجش هم رو سرش در میاد که همون تاج دوشاخ کلاسیک لوکیه و جنسش از جنس سنگای کاخ کنگ تو اند آف تایمه، مشکی با رگه های طلایی. یه جایی وسط کائنات نشسته با اون لباس پارچه‌ای سبز رنگ،
سبز پررنگ و این کفشاش هم دقت کرده باشید کفشای خیلی راحتی تنشه. من اینو بگم که تا حالا تو زندگیم ندیده بودم هنر داستان سرایی با تصویر انقدر قوی عمل کنه. معمولا سی جی آی تو فیلم‌های دیگه وزن نداره، سبکه، ولی سی جی آی لوکی خیلی بزرگ و شگفت انگیز جلوه میکنه، چون ما تو داستان وزن اونو درک میکنیم، میفهمیم چیه. یعنی یه سکانسیه که دیالوگ نداره، فقط با تصویر داره بهت نشون میده و تو میفهمی چیه، تو میفهمی اون مطلب و فقط با تصویر. اگه این تاپ داستان سرایی سوپر هیرویی نباشه دیگه من نمیدونم چیه. اونجایی که لوکی با اون انرژی چون دیواره وکیوملومو کات میکنه، در واقع مولتیورس رو به هم متصل میکنه. قدیم سیستم اینجوری بوده که هیهوریمنز خودش نگهبان سیکرت تایملاین بوده و برنچ هایی که اضافه میشدن وقتی زیاد میشدن رو پروم میکردن، در واقع برنچ های دیگر رو میکشتن تا وریانت های خودش نتونن به سیکرت تایملاین آسیبی بزنن. لوکی میاد این سیستم رو تغییر میده، انتخاب میکنه هیهوریمنز بمیره، مولتیورس اتفاق بیفته و وریانت های کنگی هم دیگه دسترسی داشته باشن به کل تایملاین. انتخاب دیگه این بود که سیلوی رو بکشه، هیهوریمنز بمونه، خیلی منظم از سیکرت تایملاین نگهبانی بده و یه دونه تایملاین فقط باشه ولی بدون آزادی. احساس بکنم انتخاب کشتن سیلوی خیلی انتخاب راحت تری بود، ولی اگه اونو انتخاب میکرد داستان فیلم های مارول جلو نمیرفتن. یعنی به خاطر این تصمیم لوکی مستقیم این داستان میخوره به فیلم های آینده مارول مثل ددپول 3، Avengers Secret War، Avengers Kang Dynasty. لوکی صخره خرابه های کاخ کنگ رو میره بالا با سنگینی اون وزن زیادی که همه اون تایملاین رو دارن و اگه دقت کنید طلا هم زیر پاش میاد بالا که جزوی اون ترونش بشه و لوکی بالاخره به ترونی که همیشه میخواست میرسه. این سختی که داره نشون میده در واقع سختی کنده شدن ایگو و رسیدن به اون روح پاک خدا. از لحاظ ویژوالی، موسیقی، متن و جلوه ویژه این سکانس بی نظیره. اون شاتی هم که میاد عقب لوکی تو حسه این درخته است فوق‌العاده است. من دنبال ورژن با کیفیت پوستر اونجاش هم که بزنم به دیوار یا حداقل بنزنم پشت دسکتاپ. کاش مارول بعضی شات‌های خوب این اپیزود رو ریلیز کنه با کیفیت بالا. تی وی ای چی میشه؟ تی وی ای تمام نراتیوش تغییر میکنه. اگه به اون پوسترش دقت کنید روش نوشته Let's grow together، که این یعنی که برعکس کاری که قبلا میکرد داره انجام میده. قبلا برانچ ها و تایملاین اضافه رو پرون و نابود میکرد، الان داره همه رو تشویق میکنه که برانچ ها بیشتر شن، این درخته گرو کنه. هر چقدر هم برانچ اضافه بشه میره جز شاخه های اون درخته، هیچ محدودیتی نداره دیگه، هیچ نیازی نیست که برانچ کلا نابود کنی، اون درخته وزنش رو هندل میکنه. دقت که این شکل آزادی رو چجوری بیان کردن. کاراکتر لوکی نماد کیاسه، نماد هرج و مرج، مثل جوکره. و درختی که میسازه تایملاین ها توش پیچ خورده و فر خورده و نامنظمه. این نامرتب بودن نماد وجود آزادی و عدم وجود نظمه در مقایسه با برنچ های هیهوریمنز که توی خط صافیه نماد عدم وجود آزادی و بودن نظمه. یه سکانسی داره که میسمنس برگشته بی 15 به اوبی میگه این دوباره رد نده قاطی کنه بزنه هممونو بکشه، که اوبی هم اینجوری میکنه. یعنی هنوز شکی به میسمنس هست که یه حرکت ناجوری بزنه. راستش من بودم به میسمنس دیگه اعتماد نمیکردم بعد اون حرکتش، بهتر بود دیلیتش میکردن کلا. وظیفه جدید تی وی اینه که حواسش به وریانت های دیگه کنگ باشه، که جالبه ایت که بی 15 موبیوس میپرسه که وریانت های دیگه کنگ خبر از تی وی ای دارن، تی وی ای میشناسن، که موبیوس جواب میده فعلا نه. یعنی اینکه ایتس جاست مدر اف تایم، یعنی فقط یه زمانی دارن که برسه که یکی از وریانت ها یا همشون از وجود تی وی ای آگاه بشن و اون موقع است که جنگ شروع میشه. تازه به یکی از وریانت های کنگ اشاره میکنه که احتمالا همون کنگ کوانتوم منیا باشه و میگه این قضیه هندل شده. حالا اینکه کی و چه جوری این قضیه رو هندل کرده رو ما نمیدونیم، فکر نکنم منظورش این باشه که انتمن هندل کرده. چقدر هم آرک همه رو قشنگ می‌بنده. بی 15 میره به واروم که احتمالاً در مورد وریانت‌های دیگه کنگ تصمیم بگیرن. اوبی جلد دوم کتابچه تی وی ای رو باز می‌کنه که احتمالاً طبق مدل جدید مولتیورس و درخت نوشته شده. آرک اوبی عالی بسته میشه. ویکتور تایملی دیگه تو بچگی کتابچه تی وی ای نمیگیره که اینقدر خفن پیشرفت کنه. احتمالاً در هر صورت دانشمند میشه
ولی نه اینقدر با سرعت، احتمالاً آرومتر و بدون تقلب. رنسلر تو اند آف تایم بیدار میشه که فکر کنم اینجاش فلش بک به اون لحظه که پرون شد تو قسمت 4، جلوش هم نوری میبینه که اون هیولا است. فقط زیر پاش دریچه ای هست، اون دریچه هایی که تو تی وی هم هست که احتمالاً تی وی های نابود شده گذشته است که اونجا مونده. موبیوس هم بالاخره میره وریانت اصلیشو میبینه. اون سکانس به طرز عجیبی خوب و احساسیه. رو میکنه به سیلوی میگه میخوام لحظه اینجا واستم، فقط زمان بگذره. یادمون نره موبیوس چندین هزار سال تو تی وی ای، زمان براش نمیگذره، زمانی وجود نداره تو تی وی ای. و اینکه فقط میخواست اونجا لحظه واسته و گذر زمان احساس کنه خیلی خوشم اومد. صدای موبیوس به صورت بم شنیده میشه، دوربین میره وارد کنده این درخته میشه، تو مرکزیتش لوکی نشسته، صدا به لوکی میرسه، یه لبخندی میزنه، غمگین میشه، چشاش پر اشک میشه، دوستاش میشه دوستاش باشه، دوستاش میشه موبیوس و سیلوی باشه، و یه پلک حسرتی هم میزنه، ولی صرفا نمیتونه اونجا تکون بخوره و سریال تموم میشه. این قسمت شات بای شات پر معنیه. این فصل 1 و 2 لوکی میتونه به عنوان کلاس رستگاری درس داده بشه. اصلا کل کاراکتر آرک لوکی اون فیلم تور 1 میتونه یک کلاس رستگاری باشه. قسمت آخر لوکی هر آنچه من میخواستم و بهم داد و بیشتر. همه اون کانسپتایی که تو رویاهام میدیدم تو ام سی یو منیفست بشه رو منیفست کرد. نمره من به قسمت آخر سریال لوکی 10. قسمتیه که من بهش میگم پرفکت اندینگ، که تو دنیای سریال کم پیش میاد اینقدر خوب تموم کنن. پایان بندی تمام کاراکترها رو پسندیدم، زمان اپیزود خوب بود و در کل اپیزود فینالی فوق‌العاده‌ای بود. از نظر کلی به نظرم در مورد فصل دوم مثل فصل اول، به نظرم یکی از بهترین سیزن‌های تاریخ تیویه. حتی در مقایسه با سریال‌های مثل بریکینگ بد و گیم آف ترونز حرف برای گفتن داره. یه لایو اکشن بی‌نظیر، یکی از کاریزماتیک‌ترین هیروهای مارول با کاراکترهای چند لایه و عمیق که نه تنها لحاظ ذهنی بهتون فشار میاره، بلکه احساسی هم به وجدتون میاره. ملاقات‌های لوکی با کنگ و دیالوگاشون از عمیق‌ترین و سنگین‌ترین لحظات کل MCU بودن. پیام کلی دو فصل به نظرم آزادی بود. اینجا لوکی به همه آزادی و فری ویل داد. یه مولتیورس آزاد، خوب یا بد، با جنگ یا بدون جنگ، همه آزادن. لوکی که زمان میخواست ترون داشته باشه و همه آدمای دیگر رو رول کنه، الان ترون داره ولی کسی رول نمیکنه، فقط مینگره، طرف خاصی هم نداره. از دید معنی خیلی شبیه تعریف خدا میشه. اکت تام هیدلسون اینجا فوق العاده است. اصلا انگار این آدم به دنیا اومده بوده لوکی رو بازی کنه. از اول این فصل میگفتیم خودش تو سریال خودش نیست، ولی فکر کنم قسمت آخر جبران کرد و خیلی خودش رو دیدیم. الان محبوب ترین کاراکترهای MCU لوکی و واندا هم، و دقیقا این دوتا کاراکتر داستانشون استوب شده و جلوتر نمیره. حداقل من میدونم که میخوان لوکی رو برای همیشه ببندن. حالا واندا رو خبر ندارم، ولی مارول دقیقاً این دوتا رو ما دوست داریم ببینیم. این دوتا رو ادامه نمیخوای بدی؟ یه طوری درست میکردن که داستان لوکی و واندا با هم رپ پیدا کنه، بعد یه فیلمی رو با هم میدادن، خیلی فروش میکرد. قبل از اینکه به فصل دوم نمره بدم، میخواستم برای بودنتون تو این 6 قسمت با من ازتون سپاسگزاری کنم. واقعا کامنتاتون و انرژیتون رو میگیرم و سعی میکنم به بهترین شکل ممکن بهتون برگردونم. واقعا دوستتون دارم. به امید فصل سوم لوکی و باز کردن دوباره این بحث. نمره من به فصل دوم سریال لوکی 9/10. بدون شک این بهترین محصولی که تو دیزنی پلاس تولید شده، علاوه داستان سرایی، بازیگری، نویسندگی و تو اکثر قسمت ها کارگردانی نقصی نداره. تنها دلیلی که اون یه نمره رو کم کردم یه افتی تو قسمت های 2 و 3، ولی غیر قابل انکاره که این فصل یه فصل تقریبا پرفکته. اگه از این ویدیو خوشتون اومده، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم روشن کنید که نوتیفیکیشن ویدیو جدید رو بگیرید. تا بعد، فعلاً.